جناب آقای پروفسور رحمان‌زاده، خوشحال هستم که سمت ریاست میو کلینیک یکی از مجهزترین و مدرن‌ترین کلینیکایی هستش که در اروپا هستش به شما من واقعا تبریک بگم. این باعث خوشحالی ما و باعث افتخار همه ایرانیان هستش. من از شما سوال دارم، با پیشنهادات زیادی که از شما از سراسر جهان شده، چی شد که شما میو کلینیک رو شما انتخاب کردید؟ از کنم اولا خیلی از توجهات شما متشکرم جناب مهرآور. علت عمده‌ای که این کلینیک رو من انتخاب کردم، همونطور که شما خود اشاره کردید، این بیمارستان واقعا بسیار مجهزه و من نظایر بیمارستان رو حتی در آمریکا هم ندیدم و امکاناتی که ما از لحاظ تزیینات بیمارستان داریم و امکاناتی که مریض ها اینجا براشون داده میشه واقعا بی نظیره. اولا پذیرایی که از مریض میشه در اتاقهایی که پذیرایی میشه مثل هتل های 5 ستاره است و در ثانی ما اینجا 5 اتاق عمل داریم. به اتاقهای عمل کاملا با مدرن ترین آلات و ابزار تجهیز شدن و ما تمام عملهای بزرگی رو که بخوایم انجام بدیم میتونیم انجام بدیم، مسئله‌ای نداره. و این امکانات امروز همه جا وجود نداره، در تمام بیمارستان ها وجود نداره که هم واقعا از لحاظ کمفور، از لحاظ پذیرایی به راحتی مریض همه چیز آماده باشه و از طرف دیگه هم امکانات پزشکی اونجا واقعا طوری باشه که انسان هر کاری بخواد میتونه اونجا انجام بده. امروزه این بیمارستان با وجودی که بیمارستان بزرگی نیست، ولی همونجور که شما اشاره کردین، از لحاظ تجهیزات به قدر قوی است که میتونن تمام مریض هایی که اینجا میان از سر گرفته تا نوک انگشت پاشون معاینه بشن و معالجه بشن. توجه کنید، مثلا مریض هایی که از خارج میان برای چکاپ، برای اینکه کنترل صحت بدنشون چجوریست، ما این امکان رو داریم که این مریض ها رو به طور کامل اینجا معاینه کنیم و همچنین معالجه کنیم، بگن که فکرمون رو بهشون بگیم. و این مسئله بود که من رو بیشتر خب راغب کرد که بیام توی این بیمارستان کار کنم. به تبع بعد از این که الان 27 سال تو برلین زندگی میکنیم، خودم، خانمم، بچه هم، هممون برلین به اصطلاح شهری است که ما تا حالا هیچ در هیچ شهری به این مدت زندگی نکردیم و خب نخواستیم جای دیگه بریم و اینجا موندیم. و من خیلی الان خوشحالم که اومدم اینجا و تصادف خوبی که پیش اومد این بود که من پسرم که خودتون میدونید دکتر مازیار، ایشون هم متخصص جراحی هستن و خب ما خیلی میل داشتیم که با هم دیگه کار بکنیم و ما دفعات متعدد در خارج از آلمان با هم عمل کردیم در بیمارستان های مختلف و همیشه میل داشتیم که دوتایی با هم دیگه یک تیمی رو تشکیل بدیم. چه تیم خوبی. و الان به این آرزو رسیدیم و اینی که من خیلی از این لحاظم خیلی خوشحالم و امیدوارم که من با تجربیاتی که دارم به انرژی که مازیار داره بتونیم به مریض هایی که احتیاج به کمک ما دارن به نحو احسن کمک کنیم. به این هدف ماست. در حال شما همیشه واقعا موفق بودید، شما همیشه زحمت کشیدید. جناب آقای رحمان‌زاده، بیمارایی که میتونن از این میو کلینیک به هر حال استفاده بکنن، پیش شما بیان، آیا اینا فقط باید بیمه های شخصی داشته باشن یا اینکه هر بیمه اینجا پذیرا هستش؟ متاسفانه بله، مریض هایی که اینجا میان مریض هایی هستن که بیمه های شخصی دارن. به علت شما اینه که شما خودتون اطلاع دارید در برلین تخت خواب در بیمارستان ها زیاد وجود داره. به وضع اقتصادی و وضع اقتصادی پزشکی برلین هم همونجور که مسبوق هستید زیاد خوب نیست و اینها تا اونجایی که امکان داره سعی میکنن که تخت خواب ها رو کم کنن در برلین.
یعنی که بیمه هایی که بیمه خصوصی نیستن زیاد راغب نیستن که بیمارستان های جدیدی تأسیس بشه، بیان که اگه هم تأسیس بشه همکاری نمی کنن. ولی ما این امکان رو داریم که اگه مریض هایی که در جاهای دیگه امکان کمک بهشون نیست، بیان که مریض هایی که در جاهای دیگه چندین بار عمل شدن به نتایج خوبی نگرفتن، میتونن این مریض های اینجا بیان. ما میتونیم بنویسیم که این مریض ها اینجا فقط میتونن معالجه بشن، به علت اینکه در بیمارستان ها دیگه یا قبولشون نکردن و یا اینکه چندین بار عمل کردن نتایج خوب نگرفتن. و در این صورت بیمه ها قبول میکنن که همچون مریض های هم که بیمه شخصی ندارن اینجا عمل بشن، معالجه بشن. به هر حال ما میدونیم که البته راه مشکلیست، ولی این امکان وجود داره. البته این قضیه در از مریض هایی که از خارج از شهر برلین اینجا میان مسئله نیست، یعنی مسئله مهمی نیست، چون بیمه هایی که در شهرهای دیگه وجود دارن اینا براشون فرق نمیکنه شخصی که میاد برلین عمل میشه کجا عمل بشه، به اکثر قبول میکنن. ولی در مریض هایی که از برلین میان متاسفانه این اشکال وجود داره، باید بیمه مطمئن باشه که این مریض فقط اینجا میشه بهش کمک کرد، اما اجازه میدن که مریض اینجا بخواب و معالجه بشه. آقای دکتر مازیار رحمانزاده، به هر حال اولین باره که ما با شما یک گفتگوی تلویزیونی داریم. اگه امکان داره قبل از این که شما در کنار پدرتون باشید در میو کلینیک، در کدام بیمارستان شما فعالیت داشتید؟ من آخره دانشگاه من یه سال در آمریکا بودم که اولش در نیویورک بودم، در منهتن، بعد رفتم بوستون تقریبا یه 3 ماه اونجا بودم و بعدش هم 6 ماه در مایو کلینیک آمریکا بودم تو روچستر مینیسوتا. بعد از اون من اومدم برلین و برگشتم برلین و امتحان آخری مو دادم و بعدش در سال 94 رفتم نزدیک دوسلدورف، اونجا در بخش جراحی بودم، بعد رفتم هایدلبرگ 1 سال و 6 ماه در بخش ارتوپدی بودم و بعد دوباره برگشتم برلین تو شاریته و اونجا من الان 3 سال پیش برگشتم که اونجا بعد تخصصم رو تموم کردم به تخصص جراحی و ارتوپدی یا جراحی تصادف و الان بالاخره به اینجا رسیدیم که به خاطر اینکه تخصصم رو تموم کردم تونستم الان با پدرم با هم دیگه بیایم اینجا. مازیار خان، چه احساسی دارید که در کنار پدرتون هستید؟ خب این یه آرزویی بود که همیشه داشتم، منتها به خاطر اینکه تو بیمارستان عمومی یه خود از لحاظ سیاستی ممکنه مشکل باشه، ما این کارو تا حالا نکردیم و الان به خاطر اینکه اینجا الان آزادی خودمون رو داریم، ما تصمیم گرفتیم که بالاخره با هم دیگه همکار بشیم و بالاخره اینجوری که قبلا هم گفته بودم، پدرم بهترین دوستمه، پدرم یه انسان بهترین انسانی که میشناسم، بهترین طبیبه که میشناسم و بهترین جراحه که میشناسم و به خاطر اون خب لوژیکه که من این انتخابو راحت و با دل خوش انجام دادم و بالاخره این تصمیمو گرفتم که باش با هم دیگه کار بکنم. از من خواهش کردم، من گفتم مسلمه که باش با هم دیگه کار میکنم. به هر حال من بهتون تبریک میگم مازیار جان، واقعا باعث خوشحالی ما هستش. این آرزوی هر فکر میکنم پدر و پسری هستش که یک روزی در کنار هم کار بکنن و خدمت به مردم بکنن، همونطور که واقعا جناب آقای پروفسور رحمان‌زاده یک انسان دوست به تمام معنا هستن. در همه جا ما کمک های ایشون رو ما دیدیم. آقای رحمان‌زاده، این سوال از شما دارم، شما چه احساس دارید که امروز مازیار در کنار شما هستش؟